برنامه رو الان از اول با فیلمی از زندگی والا حضرت اشرف شروع می‌کنیم که فیلمی 15 دقیقه از طرف بنیاد مطالعات ایران در آمریکا، خانم سرکار خانم مهناز افخمی و همسرشون آقای دکتر غلامرضا افخمی این رو چندین سال پیش تهیه کرده بودن، روی اینترنت هم هست. فیلم جالبیه، یک خلاصه ای از زندگی ایشون رو نشون میده. بعد مادر من خانم پروین بقایی میان و صحبتی در مورد والا حضرت اشرف و خدماتشون میکنن. بعد جناب آقای کاووس پهلوان، پیروزی پهلوان که از اتریش اومدن و لطف کردن تشریف آوردن اینجا، سخنانی ایراد خواهند کرد در مورد ایشون، هم در کار فرهنگ و هنر ایران بسیار سابقه طولانی دارن و همچنین از خانواده پهلوی هم هستن و نسبت دارن. بعد جناب امیر طاهری صحبت خواهند کرد که در خدمتشون هستیم. خانم نازنین خانم انصاری خواهند بود اینجا که پیامی از پدر گرامیشون جناب مهندس عبدالرضا انصاری دارن که سالیان سال در خدمت والا حضرت اشرف بودن و با ایشون همکاری میکردن در سازمان خدمات اجتماعی و دیگر سازمان ها، اون رو خواهند گفت. امروز میدونید این تیکه ماه آبان پر از روزهای مهم هست. چهارم آبان که دیروز باشه، هفتم آبان که روز کوروش بزرگ هست و نهم آبان که روز شاهزاده رضا پهلوی هستش. اینها رو قدر میدانیم همش رو، به خصوص روز کوروش چون دو روز دیگه هستش، آهنگی هستش در وسط برنامه میگذاریم. بعد برای اینکه یک تنوعی ایجاد بشه از جناب سید کریم که اینجا در بین ما هستن خواهش کردم تشریف بیارن و خاطرات خوبی رو، یه چند تا از خاطراتی رو که در کنار اعلیحضرت فقید داشتن برای ما بگن. آقای دکتر تقی‌زاده در بین ما هستن و پیامی از آقای دکتر نهاوندی خواهند داشت که قرائت میشه اینجا، و اگر ناراحت نباشه خسرو عزیز، خسرو فروهر در بین ماست که میدونم محبوب خیلی هستش و گذاشتم حقیقتش خسرو نزدیک آخر برنامهش که همه بیدار بمونید و خوب گوش بدید، چون اگر بگذاریم که برنامه چیز باشه. به هر حال از مسنترها با عرض معذرت شروع میکنیم و به جوانها ختم میکنیم. پیامی هم هست از آقای دکتر بهمن جلدی، دوست عزیزمون که پژوهشکده مطالعات ایران رو در کانادا اداره میکنن. پیام تصویری هستش که به مدت 5 دقیقه نشون میدم. مطلبی هست از جناب دکتر احمد پناهنده که من اون رو هم امیدوارم حتما فرصت باشه و اون رو هم در پایان خواهم خوند، و در پایانم با سرود ای ایران برنامه رو به پایان میبرم. اینه که من با اجازتون فیلم رو سریع شروع میکنم و کار را با مدرنیزه کردن نهادهای اداری، مالی و قضایی حکومت آغاز کرد. در دوران او راه آهن سراسری ایجاد شد و زیربنای صنعتی گسترش یافت. آموزش ابتدایی اجباری و نخستین دانشگاه تأسیس شد. در برابر مردان چاره ای جز تسلیم نداشتن، مادرم از بحث و جدل با پدرم یا مخالفت با تصمیم های اون نمی هراسید. در سال 1314 رضا شاه با کشف حجاب گامی بلند در راه تامین حقوق زنان برداشت و خود نخستین کس بود که همسر و دو دخترش را با روی باز میان مردم برد. از اینکه من انتخاب کردم که در ارتباط با شاه اشرف پهلوی صحبت بکنم، به خاطر اون بود که آنچه که در طول زندگیم از خدمات این بانوی بزرگ
شنیدم و دیدم خیلی کم صحبت شده بود، چه در رژیم گذشته و در این رژیم هم که خب حالش معلومه. و این بود که واقعا دلم میسوخت که چرا یک بانویی که اینطور پا به پای خواسته های برادر خدمت کردن به ایران و متاسفانه جز توهین های بیجا، جز تهمت های بیجا، جز واقعا وقاحت های بیجایی که در مورد این زن بزرگ ایران، زنی که الحق نشون داد که فرزند رضا شاه کبیر هست، چیزی نشنیده بود. قسمت چهارم، سازمان زنان ایران. شاهتوق اشرف در خاطرات خود درباره تأسیس این سازمان می‌فرمایند که پس از فوت پدرم از ارثیه‌ای که به من رسید قسمتی از آن را صرف ایجاد سازمان خدمات اجتماعی کردم و گروهی از بانوان ایرانی با تحصیلات بالا را تشویق نمودم که توانها و استعدادها و قابلیت‌های خودشان را به کار گرفته و مرا در اجرای چند برنامه رفاهی یاری دهند و به این ترتیب سازمان زنان ایران پای گرفت. بزرگترین دستاورد این سازمان به تصویب رساندن قانون حمایت از خانواده و جلوگیری از تعدد زوجات بود. این قانون در امر ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان، کار کردن بانوان در خارج از منزل و سایر مسائل یک زندگی زناشویی حقوق زن و مرد را برابر کرد. اگر عشق می‌ورزم به پادشاهان پهلوی، به خاندان پهلوی، به خاطر خدماتشون هست. ستایشگر خدمات این دو پادشاه بزرگ هستم. زادروز دو فرزند رادمرد بزرگ تاریخ ایران رضا شاه بزرگ هستش. من روز رو به همه شما عزیزان و در سر و سر جهان شادباش میگم. اجازه میخوام مطلبی رو از دیر زمان ایرانیان بر این باور بودن که برای کسانی که به مملکتشون خدمت کردن، به میهنشون خدمت کردن، باید زادروزشون رو جشن گرفت. این جشن نیست که باز هم سرچشمش در ایران هستش. و برای کسانی که خدمت کردن به ملتشون، به مملکتشون، میخوام اشاره بکنم به مطالبی از استاد روانشاد شجاع الدین شفا که ما بعضی موقع فراموش میکنیم، به خصوص ما که سنمون بالا میره، برای تلاش میکنیم که فراموش نکنیم و نسل جوان رو یادآوری بکنیم که ما بزرگانی داشتیم که خوب تجزیه تحلیل کردن. البته قصد استاد شجاع الدین شفا شادروان مقایسه نبود، مقایسه دو فرد نبود، ولی این رو من روخانی بکنم، بقیهش رو میذارم به عهده اندیشه و فکر شما و اون داوری که شما میکنید. حالا پیرمرد باید اینک هم بزنن، اینک هم بزنن. خب میگه آنچه در کارنامه تاریخ واقعا از زندگی اینان است، یعنی اون دو فرد، پادشاه ایران و اون ملا، حتی اسمش هم نمیخوام، ناراحتم بکنم، ترازنامه ایست که از این دو زندگی بر جای میگذارن، اقلام سود و زیانی که این ترازنامه در بر دارد. با آنچه از صدای خاموش شده رهبران باقی میماند پیامیست که این صدا در دوران رسایی خود بیانگر آن بوده است و اگر چنین دیدگاهی در ارتباط با این دو سال روز آمدن این فردی که تغییر کرده بود و اون فردی که آمد ایران رو ساخت، فارغ از دوستی ها، دشمنی ها، جانبداری ها یا غرض‌ورزی ها، در این صورت به خوبی آشکار خواهد شد که این دو صدا بیانگر دو پیام جدا از یکدیگر و بالاتر از آن به کلی در نقطه مقابل یکدیگر بودند. یکی پیام ایران و شکوه ایران بود و دیگری پیام نفع ملیت و ایرانیت. یکی پیام رهروی به سوی آینده بود، دیگری پیام بازگشت به گذشته. یکی پیام
سازندگی بود، دیگری پیام مرگ و خون. یکی پیام واقع‌بینی بود، دیگری پیام تعصب. یکی پیام تلاشی پیروزمندانه بود برای اینکه ایران را به کاروان جهان پیشرفته برساند، دیگری پیام ویرانگری که میبایست تمام دستاوردها را در راه تلاش بیخواست بی حاصل برباد دهد. که من پیشنهادم اصولا این است که شما موافق شاهین یا مخالف شاه، من حق خودتونه، ولی اگر میخواین از شاه تعریف کنین، اینو فقط محدود نکنین به جاوید شاه. میدونن چه زندگی سیاسی ما منحصر شده به مرگ بر شاه، جاوید شاه. آقا این وسط تمام واقعیت میمونه، تمام کارهایی که شده، میلیون ها ایرانی که تو شرکت داشتن. اگه طرفدار شاه هستین برید مطالعه کنین این چیزا رو، بیاین بگین به همسایه‌تون، به دوستانتون، به فلان. اگرم مخالف شاه هستین اونم عیبی نداره، برید یه کتاب بنویسین، انتقاد کنی از سیاست کشاورزی شاه. میدونی اگه حرف خوب بزنین به نفع همه مردم است، ولی حرف مفت نزنین. یعنی شعار دادن علکی، میدونی بنده روشن فکرم چون مخالف شاه هم. آخه اینم شد کار. آخه میدونی یک کشور 85 میلیونی مگه میشه زندگی سیاسی نداشته باشه؟ میدونی اصلا انسان حیوان سیاسیه. میدونی ما اگه نتونیم یه زندگی سیاسی داشته باشیم به این معنا که با هم مبارزه بکنیم، با هم مباحثه بکنیم، از هم یاد بگیریم، به هم هم نیش بزنیم، به هم هم فوش بدیم، ولی یه سابستانسی هم به قول خارجی ها باشه. یعنی نمیشه که یک غذایی فقط مخلفات باشه، خود اصل قضیه هم باید باشه. یعنی میدونی آقا مثلا از منفیس برسید، آقا شاه با مصدق چه کرد؟ خب برو مطالعه کن چه کرد. میدونی یعنی این آخه واقعا من عصبانی میکنه. یعنی اگه طرفدار شاه هستیم، هدفمون این نباشه که بیایم مخالف شاه رو بچزونیم، هدفمون اینه که آگاهشون بکنیم. حالا اگه نخواستن آگاه بکنن خب نشن. اگرم مخالف شاه هستیم، هدفمون این نباشه که موافقای شاه رو تحقیر بکنیم، میدونی، و اونا رو بچزونیم. و این نمیشه، میدونی، ما اگه بخوام یه انگلیسی فارسی بگم میشه دبل چزوندن. آخه اینجوری که نمیشه یه کشور به این بزرگی رو از این هچلی که الان توش هستیم در بیاریم. آقای روحانی میگه که ما 40 ساله، چند روز پیش گفت، داریم بحث میکنیم که تعامل بکنیم با دنیا یا تقابل بکنیم با دنیا. آخه مرد حسابی، شما یه الگوی تقابل با دنیا رو دارین. زمان محمد رضا شاه یه الگوی موفق. الان یه رسیدین بعد از 40 سال تجربه شما، 37-38 سال تجربه شما، دید اون الگو یا این الگو. خب یه میدونین دیگه معلومه این. حالا دکتر بقایی دیگه همین جایی داره چراغ میزنه. مرسی، خیلی متشکرم. خانم دولو قاجار جاله خانم اومد دنبال میامه، گفت آقای سیدکری میخوام. من ترسیدم راستش اول، گفتم یه همچین زنی به این زیبایی ما رو با چی میخواد اینا؟ تعظیم کردیم. گفت فردا علارضه تشریف میارن منزل ما، شما باید بیاین. من راستش بدنم لرزید، ولی هی گفتم خدایا چی بگم چی نگم. زنده یاد هایده خدا بیامرزم بود، یادمه. رفتیم منزل دولو قاجار، امیر هوشنگ دولو قاجار، برنامه رو اجرا کردیم. عرضت بعدم تشریف ببرن بیرون، ما رو مورد بزرگواری و عنایت رو یاد بده چی بگم. خودشو دست داد به من، آقا دست داد، ما دست شاره بیر نکردیم، گفتیم هرچی میخواد بشه رو بشه. خدا به سر شاهده، انگار دیروزه. علازت گفتم آقا شد کنی بل کن، گفتم قربان بل نمی کنم. با تو روینده و رویایم من، بی تو سوزنده و سوزانم من، چه کنم عاشق ایرانم من. شاه دختر شف پس از ترک اجباری میهن، از هر گامی که ایرانیان دور از وطن برای رهایی میهن و بزرگداشت فرهنگ و تمدن آن برمی داشتن پشتیبانی میکرد.
به عنوان مثال تأسیس بنیاد مطالعات ایران و کیهان لندن که هیچ وقت در هیچ گونه از کار تحریری هیچ وقت خودشون رو دخالت ندادن. پایه‌گذاری اساسی نیروهای دفاعی کشور این در کل دوران پهلوی، ثمره دوران پهلوی، پایه‌گذاری اساسی نیروی دفاعی کشور، حذف رژیم ارباب و رعیتی، به کار گرفتن منابع طبیعی ایران، دادن حق رأی و انتخاب به بانوان و استفاده از وجود زنان کارآمد در تمام سطوح مشاغل ملی و تصویب حمایت از خانواده برای حفظ و صیانت از حقوق بانوان، نیمی از نیروی فعال کشور را به عرصه فعالیت کشید. بی تردید تشکیل سپاه دانش و سپاه بهداشت و فرستادن آنها به دور افتاده ترین روستاهای کشور پرثمرترین ابتکار این بزرگ مرد به شمار می رفت. بیش از 100 دانشگاه، دانشکده و مدرسه عالی متخصصان مورد نیاز کشور را تأمین می کردند و مازالک انبوه دانشجویان ایرانی که اغلب با هزینه دولت در بهترین مؤسسات آموزشی جهان با تکنولوژی مدرن و بحث‌های اجتماعی و انسانی روز آشنا می‌شدند، اینک در خدمت ایرانند و ستون اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. خداوند سرزمین پاک ایران را از گزند دشمنان نجات دهد. عبدالرضا انصاری. آخرین شاه ایران در روزهای آخر عمر به چند تن از اطرافیانش گفته بود که آرزو دارد جنازه‌اش به ایران بازگردد و در کنار پدرش و افسران شهید ارتش شاهنشاهی در نقطه معینی که تصمیم گرفته شده به خاک سپرده شود. من تردید ندارم که در آینده‌ای نه چندان دور این آرزو تحقق خواهد یافت و محمد رضا شاه با آغوش ملتش باز خواهد گشت. به امید آن روز که امیدوارم عمرم وفا کند و شاهد آن باشم. به امید روزهایی که ملت ایران با آنچه که استحقاق دارند میرسند. اعلی حضرت هرگز فراموشتان نخواهیم کرد. یکی از اینها وفاداری، احساس احترام، وفاداری من به شخص شاه. این که میگم شاه، بعضی ها هستن دیدید نهاوندی خب مقامش توی دولت با من خیلی فاصله داشت، با چقدر احترام از شاهنشاه یاد میکنه. وقتی من اولین بار لفظ شاه رو شنیدم از زبان کارتر، یه مقداری به هم برخورد، برای اینکه واقعا تا اون موقع رؤسای دولت ها همیشه شاه رو به عنوان Your Majesty یاد میکردن یا His Majesty یاد میکردن، اعلی حضرت ها یا اعلی حضرت. و این کارتر بود که اولین بار به دفعات از شاه، البته کندی هم یک بار این کرده بود ولی به چشم یا به دل ننشسته بود. این بار شاه وقتی کارتر در تهران بود و میهمان شاه بود، سفرش رو بیشتر از یک روز طولانی کرد تا از مجلس و بهره بگیره و یکی از اثرات خوب شاه بود که شاید کمتر بهش توجه میشه، وقتی با حتی مخالفین خودش روبرو میشد روی اونها اثر خوبی میذاشت. این مخالف میتونست از قاتلش باشه، کسی که مثل منصوری روی او اسلحه کشیده و اینو دعوت میکنه به کاخ، مینشینه با او صحبت میکنه، و یا یک رئیس دولتی مثل کندی یا رئیس دولتی مثل کارتر که از پیش ذهنیت بایس داره به قول فرنگی ها خلاف او میخواد فکر بکنه، او رو آدم مطلوبی نمیبینه، ولی وقتی با شاه میشینه و گفتگو میکنه شخصیت دیگری رو پیدا میکنه. بنابراین وقتی درباره پهلوی صحبت میکنیم لازم نیست بریم جلوی خبرنگاری که پولش رو دولت بیگانه میده سرونه بنزیم پایین و بگیم غلط کردم که پادشاهی خواستم. پادشاهی در ایران آینده است و شاهدخت اشرف پهلوی میخواستم براتون بخونم، دفعه دیگه میایم 3 ساعته میکنیم برنامه رو. نوشته ای داره در سال 1300 و میگم از حافظه سالان اگه 1186 و در اونجا در اون نوشته در یا در 5 مرداد 1186 درباره پهلوی است به زبان خودش میگه. میگه پدرم، میگه برادرم شالوده هایی که اون چیزهایی که از برادرم باقی مونده وقتی جمهوری اسلامی سرنگون بشه راه ایران را برای آزادی، دموکراسی و سکولاریسم هموار میکنه. شاهدخت اشرف پهلوی مذهبی نبود اولا، و دوم من فکر نمیکنم که صحبتی هم که درباره اسلام کرده بود به خاطر این بودش که ما رو به اسلام سیاسی، بلکه در اصل اینه که یک سیاستمدار باید بدونه چه چیزی ممکنه چه چیزی ممکن نیست.
صحبتایی که اینا 40 سال قبل 50 ساله کردن درباره یک مذهب، درباره ایدئولوژی برای زمان خودش بوده. بنابراین در پایان صحبتم جاوید شاه میگم، جاوید شاه یعنی که ما تجزیه طلب نیستیم، جاوید شاه یعنی که ما تمامیت ارض ایران رو، ما زبان پارسی رو به عنوان تنها زبان رسمی کشور قبول داریم، چرا که همین انگلیسی ها هرگز اجازه ندادن که اسکاتلندی ها به زبان گیلیش بیان در مدارس فیزیک و شیمی یاد بدن. بنابراین دیدم بعضی افراد به دروغ میان میگن، اولا من جد آبادم آذریه، تبریزم همه آذری بلدن، ترکی، و زبان پارسی زبانی است که مدرسه میره بچه 7 ساله 6 ساله به اون زبان رو یاد میگیره در مدرسه فیزیک و شیمی و ریاضی، خب هفته یه بار هم میتونه بیا زبان محلیش یاد بگیره. زبان رسمی زبان تدریسی یه مملکته، برای اینکه بتونیم با هم دیگه الان صحبت کنیم. و خودشون هم این کارو کردن، زبان مادری، زبان مادری هفته یه بار میریم مدرسه یاد میگیریم. آینده ایرانی هم میگیم جاوید شاه یعنی این، وقتی که میایم میگیم جاوید شاه یعنی ما هستیم، یعنی دیگه 96 ادامه داره، نه این توبه نامه هایی که توی مقالات نوشتن آقا یا نفهمیدن چی گفتن، نفهمیدن، خوب فهمیدن. 7 آبان داره میاد یعنی جاوید شاه، پس 7 آبان داره میاد یعنی جاوید شاه. و من افتخار میکنم در 18 آبانم به دنیا آمدم، 4 آبان، 7 آبان و 9 آبان، و امیدوارم که همیشه آبان باشه زندگیتون، همیشه شادان باشه. دابه جان من اجازه دارم از طرف اول کسی هستن که این رو بزنم و اهل